عرض عده و احترام دارم خدمت همیانه رجیز عرجمندم حقیقت بی سوکت و صداست سزیفه روشن فکران اینه که حقیقت رو هم رسا کنند هم مرئی کنند فکر کنم باید به دیگری جز داشته باشن کش حقیقت از لابلای واقعی یه تفته داریم گفته میکنیم آقای دکتر محسن سازگاره عزیز در واشنگتن دی سی زندگی میکنه درباره باره و تجربیات ایشون از اون دوران از این که عرض عدب کنم خدمت آقای دکتر سازگار روز بر شما عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آی میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز آقای سپر خستوی عزیز برنامه رو ادارت میکنن ممنون شرمنده عرجبندی با من مفصل صحبت کردن گفتن که چرا آقای سازگارا در باره چهر براندازی حرف نمیزه گفتن آخه این برنامه اختصاص نداره برنامه به براندازی دومن ما رو با حزب سیاسی ظاهرا اشتباه گرفتیم و حالا به ایشون رو تا اندازه قانع کرد میگن که یه نفر ادعای پیغمبری کرد دستگیرش کردن بردنش پلو پادشاه بعد گفت شنیدم ادعای پیغمبری کردی گفت بله گفت حتما موجزم بلدی برو قفله رو باز بکن گفت قربان من نگفتم من کلیج سازم گفتم پیغمبرم حالا حقایت ماست آقا از ازگار یادتون هست که کجا بودی؟ بله آی می دیگه توی رادیو داشتیم سال 59 رسیده نوروزش هم پشت سر گذاشتیم و برنامه های نوروزی و اون رو داریم جمع میکنیم از رادیو بریم یواش یواش من قبل از اینکه از رادیو دیگه فارغ تحصیل بشم و برم بیرون که توضیح میدم چه هم شد که رفتم کنار یک خاطره دیگر را هم از دوران رادیو نقل بکنم و اون این است که یک روزی فکر میکنم حدود اردی بهشت ماه سال پنجاوو نه بود که مسعود شفاپهی که خدا رحمتش کنه بعدا در جبه های جنگ کشته شد لیسانس کامپیوتر داشت و مسئول گروه گزارش رادیویی بود اون موقع از این ضبط های نایاگرا بله میداختن بله کولشون ریل داشتش و با میکروفون میرفتن گزارش تهیه کردن اومد به من گفتش که دانشگاه ها داره فلان یه خبرایی میشه و به نظرم دارن یه عده دانشجو افتادن جلو میخوان دانشگاه رو ببندم من میخوام برم گزارش تهیه کنم مرکزشم دانشگاه علم و صنعته <applause> یعنی ما دوره, دوره, دوره انقلاب فرنگی مهم. دیگه دوره انقلاب فرنگی بله دا شروع میشد در واقع گفتش که یه همچین خبرهایی الان مثلا دوست آشنا خبر دادن دانشجو میخوان دانشگاه رو ببندن از دانشگاه مصنعت هم شروع شده گفتم خب منم میام بریم بیام بریم چه خبره میخواست گزارش برای رادیو تهیه کنه رفتیم دانشگاه علم و صنعت دیدیم خب یه تعدادی بچه های به صلاح مسلمون هزباللهی البته تندرو چون علم و صنعت خیلی هم تر بودن مثلا نسبت به امیر کبیر یا به دانشگاه صنعتی آریامر که دیگه حالا شده بود دانشگاه شریف و اونجا خب بعدها هم ما دیدیم دیگه امثال آقای احمدی نژاد از این دانشگاه اومدن بیرون رفتیم اونجا دیدیم بله یه تعدادی دانشجوها ایستادن و شعار میدن همین لغت انقلاب فرهنگی رو هم میگن و اینکه دانشگاه ها باید که پاکسازی بشه و تعطیل بشه و تا به اصطلاح استادا و دانشجوهای خلاصه ضد انقلاب لغتی که اون روزها شایع بود و تاغوتی شاید این دوتا لغت بیش از همون روزها به کار میرفت پاکسازی نشدن دانشگاه نباید باز بشه از این حرف میزنید من البته کنار دست مسعود شفاپه او گزارش تهیه میکرد میکروفون رو میگرفت مثلا چی میخواین چی نمیخواین چی میگید ولی احساس کردم که یه اتفاقی داره میفته به حال گزارشش رو شفا شد ما دو ساعتی اونجا بودیم تهیه کرد برگشتیم رادیو من یه مقداری پرسجو شدم که این آخه سرمنشهش کجاست چجوری شده چند تا نکته رو فهمیدم به هر حال به سرعت از دوست و آشنا و کانال و ارتباط و فعالین دانشجوی و اینها یکی این که آقای میبودی واقعا این لغت انقلاب فرهنگی رو که از روی دست چین و لغتی که در ماوتستون در ورده بود در چین و نزدیک به دو میلیون آدم فقط در چین کشتن و کلاه بوغی سر یده گذاشتن گفتن بقایای نمیدونم برجوازی توشون هست و پاره مثل همون دنگ که بعدا رهبر چینم شد دکترهای اقتصاد داشت فرساده بودنش فرض کنید توی یه سلف سرویس یه جای دور افتاده حزب کمونیست خدمت بکنه از این کارهایی که در انقلاب فرهنگ چین کرده بودن ظاهرا مثل که این لغت چون واقعا انقلاب اسلامی ایران من قبلا هم عرض کردم شاید بشه گفت بیشتر از هر چیزی انقلاب بیسوادی بود کمتر کسی به خودش زحمت میداد بخونه تحقیق کنه بدونه اصلا چی گذشته جاهای مختلف چه اتفاقاتی افتاده ولی اینم مثل یکی از اون بدهکاری هایی بود که باید داده میشد و من اولین احساسی که کردم اینه که این دانشجوهایی که اسم انقلاب فرهنگی رو میارن اصلا شناختی از خود اون انقلاب فرهنگی در چین ندارن که اونجا چه اتفاقی افتاده منتها خب مد روز چپ روی و رادیکالیز بود اما نکته از این یه درجه شاید سیاسی تر و عمیق تر این بود که در دانشگاه ها در تابستون 58، و هشت یعنی تابستون قبل از اون که انقلاب خوب پیروز شده بود و بچه های مسلمون فعال که به حکومت نزدیک بودن انجامن های اسلامی رو تصدی کرده بودن اینا خیلی هاشون اومده بودن تو کارهای حکومتی سرگرم حکومت بودن و سرگرم بعدم جهاد سازندگی درست شده بود خیلی ها رفته بودن جهاد سازندگی این طرف اون طرف در نتیجه عرصه فعالیت تو دانشگاه ها به از این بچه یه مقداری خالی تر بود کادرای فعال فرض کنید مثلا ما هم که در خارج انجمن اسلامی دانشجویان بودیم خب یک مرتبه شاید دیویست آدمای اصلی و فعال انجمنهای های اسلامی دانشجویان در اروپا و امریکا همه اومدن ایران و خیلیاشون هم رفتن توی کارهای مملکتی یکشم بنده بودن فرض کنید و سرشون گرمه بالاخره یه مملکت یه رژیم نوپا بود بعد اینها به نظر من دانشجوها دیده بودن که این عرصه خالی در دانشگاه ها رو در درجه اول سازمان مجاهدین خلق پر کرده که خب هم مسلمون بودن هم خیلی جست انقلابی داشتن هم خیلی مدروز بودن کافشن نظامی تنشون میکردن که همون هم شما اگر خاطرتون باشه مد شده بود اول انقلاب و انقلابی گری مساویس بود با اینکه یه ریش بذاری یه کافشن نظامی تنت بکنی دیگه انقلابی بودی و مسعود رجوی مثلا سخنرانی میکرد توی امجدیه چند چند هزار نفر هورا میکشیدن و به سرعت توانسته بودن در دانشگاه ها هم تعداد زیادی نیرو جذب بکنن به روایتی شاید نزدیک به ده هزار عضو داشتن در سراسر کشور که بسیاری از اونها دانشجو بودن همینطور سازمان های چپ مثل چریکای فدایی خلق یا حزب توده ایران یا بسیاری از شاید حزب توده کمتر برای اینکه خب یه پیشینه ای داشت که بعدها با زیرکی در واقع امثال آقای کیانوری فدایی ها رو که خب آبرویی داشتن تو جنبش چپ ایران جذب کردن به دست امثال همین نهای فراخ نگهدار و غیره و ادغامی که با چریکای فدایی خلق کردن توده حزب توده خب جا سنگین تر بود قدیمی تر بودن تئوریک تر بودن ولی آبروی فدایی رو در واقع برای خودشون گرفتن که بتونن جنبش چپ رو در واقع راه ببرن ولی انبا و اقسامش هم اون روزها داشتیم اون روزها سازمان های ماوستی داشتیم نمیدونم آلبانیایی داشتیم خیلیشون هم از خارج اومده بودن خطای مختلف کنفدراسیون که در خارج بود فعالینشون اومده بودن داخل و خلاصه دانشگاه ها معرکه بود معرکه عزمایی بود از هر جایی فرض کنید شما دانشکده فنی دانشگاه تهران که میرفتی اتاق جنگ داشتن اصلا همه اینا اتاق داشتن نمیدونم اسلحه مقداری دست مردم بود دست همین سازمان ها بود و به نظر من این فعالین دانشجوی مسلمان طرفدار حکومت در واقع یه دلیل دومش هم این بود دیده بودن که خودشون که نمیرسن تو دانشگاه ها باشن و عرصه دانشگاه ها تا اینجوریه این سازمان های چپ مارکسیستی یا چپ اسلامی مثل مجاهدین خلق و احزاب رقیب اینها خب دارن به سرعت رشد میکنن در دانشگاه ها و فعالین برای خودشون لشکر به ازگیری میکنن و لشکری درست میکنن من فکر میکنم دلیل دومی هم که دانشجوهای فعال مسلمان یه مقدارم با هم ارتباط داشتن به خصوص از بعد از گرفتن سفارت امریکا که یک کانونی شده بود که فعالین دانشجوی مسلمان به صلاح پیرو به خط امام میگفتن خیلی اوقات اونجا یه چند تا ساختمون پشت سفارت تو کوچه پشت سفارت جمع شدن جلسه میذاشتن هماهنگی میکردن خیلی خوب میتونستن با هم هماهنگی بکنن و ای هم که برای انجمن های اسلامی دانشجویان گذاشتن از سراسر سر کشور آقای خمینی پیامی داد براشون و گفتش که سعی کنید که وحدتتون رو تحکیم بکنید به همین دلیل هم تصمیم گرفتن این لغت پیام آقای خمینی رو برداشتن یک دفتر مرکزی هم درست کردن اساسنامه درست کردن اسمش رو گذاشتن دفتر تحکیم وحدت دانشجویی که از همه انجمنهای اسلامی دانشگاه ها با یه مکانیزمی که تو اساسنامهشون پیش بینی شده بود نماینده داشتن و یه شورای مرکزی انتخاب میکردن و شورای مثلا تهران داشتن استانها شورا داشت بعد یه شورای مرکزی بالا هم انتخاب میکردن یکی از دبیران که تمام فعالیت انجمن های اسلامی رو هماهنگ بکنه به نظرم من نمیگم اون موقع شاید هنوز دفتر تحکیم وحدت دانشجویی اون ساختاری رو که بعدا پیدا کرد خیلی پیدا نکرده بود ولی همین هماهنگی هایی هم که با هم داشتن بهشون این به اصطلاح امکان داده بود که یک چنین این تصمیماتی بگیرن درسته که ظاهرا شروعش از دانشگاه علم و صنعت بود ولی به نظر من بلا فاصله فراگیر شدنش در سطح کشور نشون میداد که هماهنگی های همین بچه های دانشجو با هم کردن و خلاصه زدن و دانشگاه ها رو تعطیل کردن البته نکته سومی که میشه گفت این است که درست مثل داستان گرفتن سفارت امریکا که خب آبان سال 58 اتفاق افتاده بود در قصه بستن دانشگاه ها یا آنچنان که مینامیدند انقلاب فرهنگی بلا فاصله به رقابت جناهای سیاسی حکومتی هم آغشته شد یعنی معرکه ای بود که هنوز خب شورای انقلاب بود توش هم دعوا بود آقای بنی صدر رئیس جمهور شده بود او هم دعوا شده بود و اختلاف پیدا کرده بودند با بخش به خصوص اون پنجتا روحانی اصلی که در شورای انقلاب شورای انقلاب بودن و حزب جمهوری اسلامی رو درست کرده بودن یعنی آقای خامنه‌ای آشمی باهنر بهشتی و اردبیلی و به اضافه و انصاری که خب در حزب جمهوری اسلامی داشتن یعنی بلافاصله به این دعوا هم به نظر من آغشته شد و خب حزب جمهوری اسلامی و مثلا معتلفه یا هم که رفته بودن تو جمهوری اسلامی و سازمان هایی مثل مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی هم که به وجود اومده بود و از نزدیک کار میکرد با جمهوری جمهوری اسلامی اینها خب هر چیزی که رادیکالتر و تونتر و انقلابی تر بود اینها پشتیبانی میکردن و مثلا نهزت آزادی و آقای بنی صدر و اینا مثلا میانه روتر و آرومتر بودن بلا فصل منظورم این است که این داستانه. انقلاب فرهنگی یا ارز کردم کسی من در همون یکی دو روز اول فهمیدم که کسی اصلا درکی از انقلاب فرهنگی نداره فقط یه لغتی رو, رو روی هوا گرفتن و آوردن و عملی که داشت اتفاق میافتاد این بود که میخواستن دانشگاه رو ببندن طرفداران چپیها و مجاهدین خلقی و سلطنتی ها اگر هستن چه تو استاد چه تو دانشجو بیرون بکنن تصیه بکنن و در واقع دانشگاه رو بگیرن دست خودش آقای س... رقابت سالم. سالم یک رقابت فعالیت رقابتی در دانشگاه برای عضوگیری از, از دانشجویان مثلا جدیدی وارد دانشگاه می میشن میشه گفت بخش مسلمان های حکومت به کلک زدن به زور متوسل شدن بستن دانشگاه ها رو بقیه بیرون بکنند برای اینکه هم خودشون مشغول کارهای دیگه بودن وقت نداشتن در دانشگاه و هم شاید جذابیت مثلا یه سازمان رادیکالی مثل مجاهدین خلق که خیلی هم خوب به لحاظ سازمانی منظم و منضبط و شص رفته بودن ممکن بود کاراییشون از اینا بهترم بود بیشترم عضو میگرفتن کما این که واقعا یک سال بعد که زد و خورت ها و تصویه خونینی از چه طرفداران مجاهدین خلق و چه کمونیست ها و سازمان چریک فدایی و سازمان های دیگر کمونیستی شروع شد و برخورد های خونین شدت گرفت واقعا آقای میبودی بسیاری از اعضای این سازمان ها که یا کشته شدن یا زندان رفتن تمام جوانایی بودند که سال اول دانشگاه بودن ماکسیموم سال دوم دانشگاه بودن اکثریتش یعنی یا حتی از دبیرستان مثلا عذبیری شده بودن یعنی به سرعت تورسته بودن خب این سازمان ها توسعه پیدا کن به خصوص به نظر من مجاهدین خلق برای اینکه هم جنبش اسلامی رو هم انجام میدادن هم منظمتر و منضبطتر بودن هم اینکه یک ساختمون وزارت بازرگانی رو که خب بعدها شد وزارت بازرگانی دم میدون ولی است کلا گرفته بودن جنبش ملی مجاهدین رو درست کرده بودن که مثل حزب سازمان مجاهدین خلق بود و به سرعت در همه کشور تونسته بودن که گسترش پیدا بکنه دو سازگار دو بله حالا من از به عنوان ناظری که در بیرون بوده و عوادث دانشگاه رو تغییر میکردم متوجه شدم که اون ایدولوژی گرایی که از قبل از انقلاب شروع شده در دانشگاه ها و خب هم واقعا نوزش گرفته بود و خیلی قوی و نیرومند به جای خودش رو داشت به نوعی لاتبازی یعنی لات ها بودن که رفتن دانشگاه رو تسخیر کردن درست از دوره ای که سرسدای انقلاب فرنگی به پا شد این تصویری بود که ما از درون دانشگاه داشتیم و تصویه های عظیم من یادم از سرمون مرحله نخود چیزی بود, بود. هزار استاد ایران رو ترک کردن سیزده هزار استاد و شما زیادی از دانشیان برجسته دانشگاه که برخی از اونها جز نوابه میهن و مملکت ما بودن همه تصویه شدن این تصویری بود که ما از بیرون از دانشگاه داشتیم شما که در درون بود فقط حالا سآلم اینه که چه ذهن شما چی میگذشت یعنی این پروسه رو نوید بخش میدیدید برای انقلاب خوشحال بودید از این اتفاقات یا اینکه نه نگران بودید دچار دقدقه شده بودید من آقای می بودید. واقعیتش این است که به هر مدیر رادیو بودم و نظارگر این کشمکش های سیاسی بودیم انقدرم به قول معروف خودمون سنم داشتیم که یاسمنمون نباشه انقدر گرفتاری صبح تا شب داشتیم که دیگه حالا به همه اتفاقاتی که میافتاد نرسیم ولی شخصا موافق نبودم عرض کردم من یکی داوی. دو روز بعد از اینکه با مسعود شفاپی رفتیم و دیدیم یه اتفاقی شروع شده فاصله که برگشتم رادیو خب دوست آشنا بچه های فعال دانشجویی چه با تلفن چه در یکی دو روز بعدش مثلا دیدن بعضی ها میخواستم تایی در بیارم ببینم آخه این از کجا چیزی شده چه شده این چه بساتیه و هم که عرض کردم این سه نکته اون موقع دیدم یکی اینکه واقعا اسم انقلاب فرهنگی همینجوری میگفتن هیچ کی بدون این که بدون از در چین چه فاجعه ای اتفاق افتاده به اسم انقلاب فرهنگی دوم اینکه اصل اصلش تو ذهن های فعال دانشجوی مسلمان این بود که ببندن چون به نظرم توان رقابت با چپی ها و مجاهدین خلق نداشتن. نداشتن بازی رو حالا به قول شما لاتبازیش بکنن بازی رو به هم بزنن بریزنشون بیرون به زور متوسل شد و تصویه کنن دانشگاه ها رو و سومی هم به نظر من بلا فاصله به کشمکش های سیاسی بالای کشور آغشته شد و حسب معمول چون ببینید انقلاب اسلامی نه اینکه در رهبریش یک روحانی شیعه قرار داشت یعنی آقای خمینی و نه اینکه پایگاه قدرت روحانیت بازار من این دوتا رو مخصوصا با هم به کار میبرم برای اینکه به تعبیر مارکسیش در واقع روحانی بازار ما یک طبقه اجتماعی بودن امروزه الان اتفاقات دیگه در اقتصاد ایران افتاده وگرنه اصل نونی که روحانیت میخورد از بازار میبرد درسته. و تئوریای مورد نیاز بازار و روحانیت براش فراهم میکرد مثلا در چه میدونم مکاسب شیخ انصاری و امثال هم. اون و نه اینکه پایگاهش این پایگاه قدرتش بیش از همه اینجا بود و روحانیت شیعه به قول آقای متحری عوام زده است روحانیت شیعه حالا به قول آقای دکتر سروش روحانیت شیعه عوام زده در واقع نباید بگیم اصلا عوامه یعنی خیلی چیزا رو نمیدونه نمیخونن کتاب نمیخونن باور کنید شما در حد مراجع تقلید میشینید تعجب میکنید که غیر از اون فقه و اصولی که رشته تخصصیشون بوده در همون علوم اسلامی دو تا کتاب تاریخ اسلامی نخوندن یا تفسیر قرآن که دیگه کتاب این دینه یا امثال هم و چه برسه آشنایی با چیزهای دیگه و به هر حال عوام زدن دنبال مردم حرکت میکنن و این این پایگاه قدرت رو شما بگیرید که خب آقای خمینی بسیار هم زیرک بود یعنی یه روحانی تمام ایار شیعه بود بلافاصله نگاه میکرد ببینید موج جامعه کجاست مردم چی میخوان میرفت می. می دوتا قدم هم میزد میرفت جلوتر از مردم وای میستاد و همونو میگفت هیچ وقت نمیرفت یه جایی بیسته که رو در روی مردم بشه شاید اگر زنده مونده بود جمهوری اسلامی به این وزاریات امروز افتاده بود ناچار میشد تو روی مردم بیسته ولی تصف اون مقطع آقای خمینی یه چشش به زیرکی و این نماینده ها و شو کانال که مملای مرجع شیعه داره هیچ وقت هیچ وقت نمی, نمی جایی که آب زیرش بره هیچ وقت به اصطلاح یه جایی موزی نمیگرفت که عامه مردم یه چیزی بخوان و و به نظر من اون موج رادیکالیزمی که از در کشور رو فرا گرفته بود و بعد دانشگاه هم دانشجویان مسلمان به صلاح پیرو و خط امام طرفدار حکومت هم این موجود رو انداختن بلا فاصله بخشای مثل خود آقای خمینی و روحانیون سیاسی که همراهان ایشون بودن گرفتن رفتن پشت این ماجرا رفتن دفاع کردن ازش من شخصا آقای میبودی واقعیتش این است که خوشحال نبودم یعنی دوست نبود. نداشتم البته دیگه حالا مقطعی بود که ما از نهضت آزادی ایران هم جدا شده بودیم و با آقای مهندس صحابی و دوستانشون سعی میکردیم که یک حزب جدید راه بیاندازیم ولی بیشتر چیزی که آزارم میداد این دشری بودن و این عرض شود که قلبه بعدها این لغت ها رو فهمیدم اون روزا خیلی تمی واقعا قلبه شعار بر شعور شو. و این نکته ای که شما میگید هم من تایید میکنم ببینید این اینکه یک عده لوت بابا شمل و چاقوکش و چماق به دست دور روحانیت جمع بشه روحانیت شیعه و به جون مردم بیفته این پدیده جدیدی نیست در تاریخ روحانیت شیعه این پدیده از قرن نوزدهم که در دوره قاجاریه روحانیت شیعه به این شکل و شمایل امروزش در اومد چون قبل از اون روحانیت شیعه شکل دیگه بود برعکس چیزی که دوست دارن به مردم تبلیغ کنن که انگار لباس پیغمبر تنشونن نمیدونم اصلا از پشت پیغمبری شکلی بودن نه پیغمبر این شکلی بوده نه اصحابش نه اماماش نه چند هفت هشت قرن اول اسلام اصلا شیعه این شکلی نبوده حتی دوره صفویه شیعه مذهب رسمی شده روحانیت مقهور شاهان قدرت شاهان بوده دوره نادر هم این شکل و شمایل امروز روحانیت مال دوره قاجاری به این شکل در آمد و یه تیکش هم مال حتی دوره رضا که استقلال مالی مرحوم شود که آستبالستن اصفهانی وقتی رضا شاه پول حوضه های علمیه رو قد کرد این فتوای داهیانه رو داد که سهم خمس مالی که شیعه واجب میدونه بدن و نیمی سهم امام زمان نیمیش نمیدونم سهم امام زمان بود اومد این فتوا رو داد که و میشه خرج حوزه علمیه کرد خودشم خونش و فروخت و داد به حوزه علمیه و از اون به بعد در واقع وجوهات شرعیه و خمس مال رو میگیرن شهریه میدن به طلاب چون دیگه دولت دوره پهلوی ها کمکی نمیکرد یعنی میخوام بگم این شکل شمایل به تد همین صد, 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 صد سال دیویس سال گذشته این شکل شده ولی در همین دوره سال و... یه دقیقه بیشتر ببینید در همین دوره قاجاریه گزارش بسیار خوبی حامد الگار که اتفاقا طرفدار حکومت ایران هم بود استاد دانشگاه برکلی در اون کتاب دین و دولتش که کتاب رساله دکتراش هم هست از رابطه روحانیت با همین چماخ کشا و لوتی هایی که دورش بودن و مردم رو کتک میزدن اینها در صفحاتی از این کتابش میده که حالا چون فرصت نیست اگر اینجا بدید هفته آینده من توضیح بدم که این کتاب به دستور شخص آقای خمینی توقیف شد بعدا دو سه سال بعدش و البته الان بارها چاپ شده شده ایران و این ماجرا ماجرایی بود که با حاکمیت روحانیت چماق به دست و اینها اومد به اینکه با یه نوع ازدواج کرد و سازمان یافته شد که تا همین امروز هم در واقع این چماخ کشی و پدیده لباس شخصی ها و پیرن سپید ها و اینها رو ما داریم یعنی این یکی از میراث چپ نیمد تو انقلاب از میراث خود روحانیت اومد تو انقلاب اسلامی و بعد هم آرای امثال فردید و غیره و فوربوله کردن اون که فاشیستا مثل پیرن سیاه ها و نازی و اینها بهش قائل بودن که حالا وقت چون تمومه من هفته آینده خدمتتون من من بارها و بارها اولین سخنان آقای عبدالکریم سروش رو در باب انقلاب فرهنگی گوش دادم بارها در نهایت بی طرفی هنوز هم موندم بعد از گذشتن چندین دهه چی چی شد یک شخصیت فکور اهل فلسفه و آدمی دقیق بنویس و خیلی هم از نظر فکری مبادی آداب و در عین حال مواظب این که مبادد دامنش تر بشه در جریان حوادثی که در ایران میگذره راضی میشه که این پروسه تخریب رو مدیریت بکنه در تاروشک هنوز مونده من اینا هفته آینده آقای میبودی اتفاقا تو همین خاطره چون به هر حال با دکتر سروش هم رفاقت داشتم و دارم میتونم یعنی گزارشی که از منظر من هستم توضیح بدم تشکر ده. ایشون و اعضای شورای انقلاب فرنگی که آقای منصوب کرد اصلا یک سال خورده ای بعد چه جوری اتفاق افتاد تشکر می کنم دکتر محسن سازگار عزیز به شما روز بخیر میگم ممنونم